سلام دوباره. در این ویدیو میخوایم روی مسئله انتخاب اخبار، تحلیلش و تبدیلش به کارتون با هم دیگه صحبت کنیم. خبری که توی این روزا خیلی جلب توجه میکنه مسئله فوتبال جهانی هست. بنابراین من شروع میکنم با یه توپ. با این توپ قدیمی شروع میکنم، میذارم در مرکز و بعد تحلیل میکنیم که چی میخوایم بگیم، چه کاری میخوایم باش انجام بدیم. فوتبال الان تقریبا مرکز جهانه. این روزا مرکز فکری در جهان فعلا فوتباله. به شکل خیلی ساده شروع میکنیم. توپ رو میگیریم به عنوان کره زمین در اینجا، برای اینکه نمایش بدیم که این مرکز جهان هست، سیاره‌های مختلفی رو در اطرافش میکشیم. میتونیم فکر کنیم که فوتبال الان برای خیلی رویا هست، بنابراین با یه رویا شروع میکنیم. میتونم فرض کنم که یه آدمی خوابیده، خوشحاله، رویای خوبی داره، روش لحاف میکشیم، متکا میذاریم زیر سرش و بهش رویا میدیم که این رویا میتونه دوباره توپ فوتبال باشه. میتونم به این فکر بکنم که این ورزش الان برای خیلی ها مشکل هست، برای فوتبالیست ها زیر فشار هستن، باید امتیاز بیارن، یعنی در واقع کسانی که فوتبال رو انجام میدن در مقابل خود فوتبال خیلی کوچیک میتونن باشن. دوباره من میتونم توپ رو فرض بکنم، روی زمین قرار داره، زمین چمنه، دوتا فوتبالیست که میخوان شروع کنم بازی رو انتخاب میکنم، دوتا آدم خیلی کوچولو، دو طرف واستادن با تحیر دارن به این توپ نگاه میکنن. این میتونه یه تصویر جدا باشه. حالا یکی از اینا رو ما انتخاب میکنیم، اونی که جالبتره، به تحلیلمون نزدیکتر هستش، میتونه مرکز دنیا باشه، میتونه این باشه. من اینو به خاطر اینکه دو تا پرسوناژ کوچولی با نمکم توش هست انتخاب میکنم برای اجرا. حالا با این طرح ما میریم به طرف لایک باکس و این رو میبینیم که از اسکچ چجوری اینو ما تبدیل به یه طرح کامل قابل چاپ میتونیم بکنیم. در ادامه اون طرحی رو که قبلا کشیده بودیم روی اون کاغذ، اینو میارم روی لایت باکس میذارم، برای سهولت کار چسب میزنم روش که ثابت بمونه، جا به جا نشه. یه کاغذ دیگه روی این میذاریم. این در واقع مرحله از طرح اولیه به مرحله اجرا هست. خب سعی میکنم اینو تا اونجایی که ممکنه ترمیم بکنم این کارو. دایرش تقریبا ترمیم شد. شروع میکنم به کشیدن آدم ها. می‌بینید هنوز به مرحله نهایی ما اینجا نمیتونیم برسیم به این سرعت. بنابراین اینجا مثلا یه بازیگر رو از روبرو، یه بازیگر رو از نمای پشت میکشم. می‌بینید اینا تغییراتی که همیشه میتونیم برای کار بدیم. چمن‌ها، خط میدان بازی رو میکشم. حتی فوتبالیست‌های دیگه‌ای را می‌کشم که واسدن و منتظر شروع بازی هستن. اینجا می‌کشم، یه نفر توی این زمین می‌کشم. توجه می‌کنید؟ این در واقع عبور از مرحله اسکچ به مرحله اجرا می‌تونه باشه. خب تا اینجا رو میرم جلو. تصور می‌کنم که بله، حتی می‌تونم خط حاشیه میدونو بکشم برای اینکه فضای بهتری رو از زمین فوتبال منتقل بکنه. حتی میتونم یه نفر دیگر رو بکشم به عنوان احتمالاً داور یا ناظر که اینجا ایستاده. خب میتونم بگیم نزدیکتر شدیم به طرح اصلیمون. حالا کاری که میکنم این طرح رو تغییر میدم، بنابراین الان ما طرح بهتری در اختیار داریم. مجددا چسب میزنم.
مجددا کاغذ میذارم روش. این بار با قلم سیاه کار میکنم که بعدا برای مراحل اجرا راحت تر بشه. سعی میکنم باز توپ بهتری رو بکشم. آدم ها رو کامل تر میکنم. متعجب. میتونید اینجا احساس نسبت به وضعیت رو نشون بدیم به این وسیله. خب همینطور ادامه میدم. تصور میکنم که کم کم داریم به یه طرح نسبتاً قابل پیشبرد برای چاپ نزدیک میشیم. بله. این خط تو هنوزم به نظرم میاد خوبه که داشته باشیم. این آدم ها به نظرم میاد که خوبن. میتونیم بازم کامل ترشون بکنیم در مراحل بعدی. البته لزومی هم نداره. بعضی وقتا میتونید یه بخشایی رو کمتر کار شده باقی بذارید. این بعضی وقتا حتی به جذابیت کار اضافه میکنه. این بار فکر کردم شاید توپو بهتره به توپی که الان استفاده داره میشه تو این بازی ها نزدیک تر بکنیم. تصور میکنم چیزی شبیه به این عذاب در بیادش نسبتاً. مطمئن نیستم ولی خب همیشه میتونید مراجعه بکنید به اینترنت و تصاویر رو که شناخته شدن تصاویر بهتری ازشون رو فراهم کنید. من این خطا رو با دقت سعی میکنم به هم بچسبونم. به دلیل خاص اجرایی باطر این که اگه لازم باشه که با فوتوشاپ روی اینا کار بکنم در مرحله این به من کمک خواهد کرد. بسیار. این طرح اجرا شده ما هستش در مورد فوتبال و در مراحل بعدی میتونیم به واسطه فتوشاپ یا رنگ‌آمیزی با دست یا ادامه کار با هاشور این کارو کاملتر و کاملتر بکنیم.